سلام علیکم دوستان، در ویدیوی قبلی من برایتان نشان دادم که چگونه فرم مهاجرت و یا پناهندگی کشور استرالیا را پر بکنیم. در این ویدیو برایتان نشان میدم که چگونه آن فرم را ما در اداره مهاجرت کشور کانادا اپلود بکنیم یا سبمیت بکنیم. دوستان، برای سبمیت کردن آن هیچ رای وجود نداره، به جز ای که ما در وبسایت آن اداره یک حساب بسازیم و بعد از او آن را در آنجا اپلود بکنیم. من فعلا داخل این وبسایت هستم، لینک این وبسایت همچنان در قسمت دیسکریپشن ویدیو هم میگذارم. شما بالای آن کلیک بکنید، داخل این وبسایت شوین. وقت زمانی که بالا داخل این وبسایت شوین دوستان، در قسمت یک گزینه است به نام ایمی اکاونت، بالای آن کلیک بکنین و یک حساب در این وبسایت اول و خودتان بسازین. زمانی که بالای آن کلیک کردین، این قسم یک صفحه یا یک شکل برای شما نشان دادن میشه. اگر قبلا ایمی اکاونت داشته باشین، در این قسمت میتوانین که یوزرنیم و پسورد خود را وارد بکنین، داخل ایمی اکاونت شوین. اگر تا هنوز هیچ حسابی ندارین، در قسمت پایین بالای کرییت ایمی اکاونت کلیک بکنین و حساب خود را بسازین یا یک اکاونت برای خود بسازین. در قسمت شما اندیویجوال را در قسمت بالا انتخاب بکنین و در قسمت پایین نام فامیلی یا خانوادگی تون رو نوشته بکنین، هر چیزی است. و در قسمت بعدی در قسمت نام خودتون رو اگر نوشته میکنین بکنین، اگر نمیکنین هم گپی نیست. و در قسمت بعدی دوستان، در اینجا فون نمبر یا شماره موبایلتون رو نوشته بکنین، هر چیزی شماره موبایلتون است. و بعد از او در قسمت پایین موبایل فون است، ای اختیاری است که اگر نوشته میکنین دارین نوشته بکنین، ندارین هم گپی نیست. و در قسمت بعدی دوستان، در اینجا یک ایمیل آدرس رو وارد بکنین. من یک ایمیل آدرس را در قسمت وارد میکنم. زمانی که ایمیل آدرس را یک بار وارد کردین، دوباره آن را در قسمت پایین وارد بکنین، به خاطر تایید شوه از قسمت کپی بگیرین، در اینجا پیست بکنین. زمانی که این کار را کردین، بعد از او در این قسمت بالای دکمه کانتینیو کلیک بکنین. دوستان، ما وارد مرحله صفحه بعدی شدیم. در این قسمت شما باید یک پاسورد به حساب خود بدهن یا یک پاسورد به حسابتان انتخاب بکنین. کوشش بکنین که پاسوردتان یک پاسورد طولانی تر باشه. تا قبول شوه، زمانی که پسوردتان را انتخاب کردین، در قسمت اول و در قسمت دوم دوباره همون پسوردی را که وارد کردین دوباره وارد بکنین تا تایید شوه. و در قسمت پایین چندین کوئسشن یا چندین سوال از شما پرسان میکنند، در قسمت بالای این تیره کلیک بکنین. از این سوالات بعضی هر کدام اونها را که خودتان خوش دارین انتخاب بکنین و با آن جواب بدهین. به طور مثال در قسمت اول پرسان کرده که معلم دلخواهتان کیست، شما سوال را انتخاب بکنین و بعد از او در قسمت نام آن را نوشته بکنین، هر استادی که استاد دلخواه شماست در قسمت نوشته بکنین. قسمت بعدی را هم در سوال دوم هم شما بالای کوئسشن کلیک بکنین، در قسمت بالای از این کلیک بکنین، یک سوال دیگر را همچنان انتخاب بکنین. به طور مثال در قسمت What is your favorite movie؟ فیلم دلخواهتان چی است؟ کدام فیلمی را که شما فیلم دلخواهتان هست، نام آن را در قسمت نوشته بکنین. بعد از او یک سوال دیگر هم از شما پرسون کرده است، سه سوال. این سوالا یک سوال را خودتان انتخاب بکنین، هر سوالی را که خودتان خوش دارین. مثلا در این پرسون کرده که در کجا تولد شده، در کجایی که تولد شده آن را در قسمت نوشته بکن.
زمانی که این کارها را کردین دوستان، در قسمت پایین این دو گزینه را کلیک بکنین و بعد از او بالای دکمه سبمیت در قسمت کلیک بکنین. زمانی که بالای سبمیت کلیک کردین دوستان، شما وارد این صفحه میشوین. در قسمت شما اگر پایین بیاین، در قسمت پایین بالای دکمه کانتینیو کلیک بکنین. دوستان، ما ایمی اکاونت خود را ساختیم. حال در این قسمت ما میتوانیم که آن فورم را اپلود بکنیم. در قسمت در اینجا، در قسمت اول در اینجا بالای دکمه نیو اپلیکن در اینجا بالای از این کلیک بکنین و نوعیت فرم خود را انتخاب بکنین. از این قسمت در اینجا گزینه ریفیوجی ان هیومانیتریشن را در قسمت انتخاب بکنین و بعد از او بالای از این کلیک بکنین، این گزینه را انتخاب بکنین. بله، در این قسمت این را تیک بکنید و بعد از او بالای دکمه نیکس در این قسمت کلیک بکنین. در اینجا فعلا در جایی که موقعیت دارین، موقعیت فعلیتون را انتخاب بکنین. اگر در افغانستان هستین، افغانستان را انتخاب بکنین. اگر در کدام کشور دیگه هستین، آن را انتخاب بکنین. و بعد از او در اینجا چندین سوال از شما میکنه. این سوالات را دوستان نو را انتخاب بکنین، گزینه نو را. تمام اینها را نو را انتخاب بکنین و بعد از در این قسمت بالای دکمه نیکست کلیک بکنین. دوستان، در اینجا 26 صفحه یا 25 پیج است. شما باید اینها را مطابق به همون صفحاتی که قبلا او فرم 36 صفحه 34 صفحه را پر کردین، پر بکنین. منظم نام به خودتان، به اعضای فامیلتان، به تمام آنها منظم پر بکنین و زمانی که تکمیل کردین، بعد از او به شما یک ریفرنس نمبر میده و ریفرنس نمبر را شما میتوانین که بگیرین و وارد مرحله بعدی شوین. به طور مثال من این یک صفحه را پر میکنم، در قسمت یک صفحه را پر میکنم تا به من یک ریفرنس نمبر بدهد. شما این 26 صفحه را مطابق جزئیاتی که قبلا داده بودین، مطابق همان پر بکنین برای تمام اعضای فامیلتان. این صفحه رو من پر کردم مطابق با همون جزئیاتی که قبلا پر کرده بودم. در صفحات در او فرم 34 صفحه دوستان، و حال بالای این دکمه در قسمت پایین بالای دکمه نیکس کلیک میکنم. چند لحظه صبر میکنیم. در این قسمت دوستان وارد مرحله بعدی شدیم. در اینجا برای من یک ریفرنس نمبر داد. ریفرنس نمبر را میگیرم از این قسمت، از اینجا کپی میگیرم. شما تمام این صفحات را منظم پر بکنین. حالا اگر ما بشینم تمام اینها را پر بکنم، وقت را هم زیاد میگیره و دوستان ویدیو خیلی طولانی میشوه. به طور مثال من طریقه اپلود کردن یا سبمیت کردن این را برای شما نشان میدهم. حال من وارد ایمی اکاونت خود میشم. در قسمت پایین بالای گوت ما ایمی اکاونت هوم پیج یا صفحه اصلی ایمی اکاونت خود میشم. ریفرنس نمبر رو من از قسمت کپی گرفتم که شما دیدین. شما ریفرنس نمبر مهم است، این رو کپی بگیرین. زمانی که آن فرم رو مکمل پر کردین، اون 26 صفحه رو، بعد از اون در قسمت بین بالای امپورت اپلیکیشن، بالای امپورت اپلیکیشن کلیک بکنین. زمانی که بالای امپورت اپلیکیشن شما کلیک بکنین، این قسم یک صفحه برای شما باز میشوه. در این قسمت ریفرنس نمبر دیده میشوه. ریفرنس نمبر را که از اونجا کپی گرفتین، در اینجا پیست بکنین و در قسمت بعدیش در اینجا دوستان سوال تاریخ تولدتون را نوشته بکنین، دقیق از روی پاسپورت یا تذکرهتون و در قسمت بعدی که در اینجا داریم داکومنت نمبر، نمبر پاسپورتتون را نوشته بکنین و بعد از او در قسمت پایین
از کدام کشوری که پاسپورت خود را گرفتین در قسمت آن کشور را انتخاب بکنین. زمانی که انتخاب کردین این کار را کردین منظم رسانین، بعد از او در قسمت پایین بالای دکمه کانفرم کلیک بکنین. زمانی که داکومنت ها را شما منظم پر کرده باشین، چون تا هنوز ما 26 سفر را مکمل پر نکردم دوستان، به خاطری که او اخزایه نشوه گفته، شما اگر منظم پر بکنین در قسمت اینجا تایید میشوه و از شما یک گزینه اپلود در اینجا ظاهر میشوه و شما بالای اپلود که کلیک بکنین فایل هایتان باز میشوه، میتوانین که آن اپلیکیشن نمبر آن اپلیکیشنی که 34 صفحه بود آن را اپلود بکنین و بعد از او بالای کانفرم که کلیک بکنین و بعد از او شما بعد از اینکه شما آن را تایید کردین از این قسمت کارش تمام میشوه. زمانی که از این قسمت کارش تمام شد، پس از اینجا بک میکنیم یا عقب میریم و در این قسمت دوستان باز بیاین بالای دکمه سبمیت کلیک بکنید. سبمیت اپلیکیشن اگر شما کلیک بکنین در این قسمت، از اون قسمت که اگر شما فرم را اپلود کرده باشین یا در اونجا اپلود کرده باشین، در این قسمت برای شما نشان میده و از شما یک تایید میگیره. شما بالای گزینه کانفرم یا تایید کلیک بکنین، فرم سبمیت میشوه. دوستان با این طریقه شما میتوانین که فرم 34 صفحه ایتون را در اپلیکیشن در این وبسایت تسلیم بکنین یا سبمیت بکنین. اگر این ویدیو خوشتون اومده باشه لطفا کانال ما را سابسکرایب نوین تا ویدیوهای بعدی. الله حافظتون.